فکر میکردیم که ما در کابل هم تو آزاد بگردیم. که در افغانستان فعلا امنیت نیست، زبان و زبان پرستی است، قوم قوم پرستی است. بزرگترین نعمت الله تعالی است که امنیت و آرامش در کشور باشد. سلام سلام بیننده های عزیز، امید که جور صحتمند و سرحال باشین و لباس عافیت بر تن داشته باشین. بیننده های عزیز، امروز 24 حسد و همچنان 15 اگست روز آزادی حکومت امارات اسلامی افغانستان است و ما هم به خاطر گزارش در البته تپه وزیر اکبر خان آمدیم و تعداد زیادی از هموطنان و همچنان نیروهای امارات اسلامی افغانستان از ولایت های مختلف کشور ما ایجا آمدن و از روز آزادی تجلیل میکنن و همراهشان مصاحبه می داشته باشیم. ما رو تا آخرین دقایق برنامه دنبال داشته باشین، دنبال کنین دوست عزیز و منتظر انتقادات، پیشنهادات و نظریات شما ناظرین ها هستین. میگم ما رو تا آخر دنبال کنین. در کنار نیروهای امارات اسلامی افغانستان هستیم و همراهشان مصاحبه می داشته باشیم، گفتشونید می داشته باشیم. خب در نخست میشه خدا قاری صاحب معرفی کنین. اسم ما اسلامی هار است، یکتن از مجاهدین امارات اسلامی افغانستان. بسیار خوب. خب احساستان چی هست که بعد از 20 سال که یعنی مبارزه کردین، احساستان چیست؟ ولی بسیار یک احساس خوشایند است که ما حالا می توانیم در کابل آزاد بیاییم و بریم. و وقت سر ما بسیار مشکلات بود، بسیار حالا وضعیت خراب بود، چاپه بود، تهره بود و حال ما از الله پاک بسیار زیاد شکر گزار هستیم که ما در وطن میاییم تا آزاد میگردیم. یک وقت ما در اینجا بیخی آمده نمیتونستیم به خاطر که ما را میگرفت و بسیار گپای دیگه بود. دیگه حالا بسیار احساس خوشایند میکنیم. ما انشاءالله هیچ وقت قربانی مجاهدین خدا، قربانی اندیوالا و وطندارای خدا که داده، هیچ وقت انشاءالله او را فراموش نمیکنیم. ما همیشه انشاءالله پابند به اصول امارت اسلامی با این بود و می باشه. انشاءالله خداوند مهربان است. مجاهد صاحب در این مورد صحبت کنن که وقتی که شما با مردم روبرو میشین، رویه مردم با شما چی گونه است؟ الحمدلله از ما مردم که از کلش مسلمان ملت است، غیر او یگان کسی که ایتو غلام است یا ایتو غلام تیر شده باشه، باز اونها هیچ وقت مجاهد شده نمیتونه. اگر نه الحمدلله دیگه ملت ما مظلوم ملت است، مجاهد پرور ملت است. انشاءالله که کتما تبالا که دام رویه خراب کسی نه. فکر می کردین که در افغانستان یا در کابل حکومت شما بگیرین؟ یا رب، در یک نصرت الهی بود انشاءالله که از معاول از صحابه کرام گرفته تا به این زمان همیشه کفار قوی بوده و مجاهدین مسلمان ها ضعیف بوده، ولی ما الحمدلله به ایمان خود، به عقیده خود می جنگیم. انشاءالله یک روز نصرت الهی میشه و ما کامیاب میشیم، پیروز میشیم انشاءالله. خب در مورد از این صحبت داشته باشین و بگوین که تعداد زیادی از هموطنان ما، کسایی که در خارج هستن، پیامتان برای او کسا هموطنان ما چی هستن؟ آیا پس دوباره بین به وطن خود برگردن؟ پیام ما بر از اون مردمی است که بیادر ما شیخ هیبت الله مجاهد رحمه الله عفو کده، انشاءالله بطور مویز اونها نکس خیانت میکنه، نکس ضرر میرسانه، وطن خودشان است، میتانن بیان، میتانن بشینن، میتانن بخیدن. انشاءالله هیچ کس امرای از ما نه کار داره نه غرض داره، به خاطر که ما امیر المؤمنین شیخ هیبت الله مجاهد حفظه الله برای ما ایره برای همگی عفو کده. انشاءالله که هیچ کس تاری مویز کسیم
خیانت نمیشه، کسی ترس نداشته باشه، هیچ کسی ترس نداشته. و پیامتان برای کسایی که فعلا خودت میبینن از نیروهای امارات اسلامی است و هموطنان عزیز ما که چی در داخل و چی در خارج از کشور است، پیامتان چیست؟ پیام ما این است که بیان بدری وطن خود ما شما است، ما شما دست به دست همدادی وطن آباد میکنیم تا که ما تو آباد نکنیم، نه آمریکایی از غم ما تو مرده، نه اندیش مرده، نه پاکستانی هیچ کس نمرده، بیا که ما تو دست به دست هم بتیم وطن آباد کنیم. او پیام ما دیگه برای مجاهدین امارات اسلامی است که شما جدا بسیار زیاد تقاضا میکنیم که مردم سلوک خوب رویه نیک که مردم از شما باید که در هر زمان و هر وقت خوشایند خوشو کلام باشه. قربانتون، سلامت باشین، بسیار زیاد تشکر، سلامت. بیننده های عزیز ما را دنبال داشته باشین، امرای نیروهای امارات اسلامی و هموطنان ما صحبت میداشته باشین. سلام قاری صاحب، میشه خدا معرفی کنیم؟ علیکم السلام، از قاری عبدالرحمن متقی در تقاب رسوالی در کپیسا ولیت و در دولسم حوزی که دنده تر سره کنم. الحمدلله منگا در خلو پرسونال مجایدین و سردی خواتا اسلامی امارات در ازادی پا خوشحالی که دلتا تشریف راولون و الحمدلله طول ملت و یون سلمانان در افغانستان چه وینو دیر خوشحال دی او طول اسلامی بیرغ اوچت کرده ده او ساسونا خون منگا دیر تشکر کنم علام بایزت او کامیاب لاره چه منگ سرم خپلا مصاحبه شریکه کرده. مننه مننه. خب قاری صاحب در مورد عزیز صحبت داشته باشین که فعلا مصروف گفتین که ما در کاپیسا هستیم اونجا کار میکنین و قبلا چی کار میکردین؟ من الحمدلله در امارات اسلامی در مخی نظام ننولی چه بیا امارات اسلامی سقوطو که در همه غیر نه تر نن اوراز پوری الحمدلله زد امارات اسلامی سر ولاریم او د کافیسا په کوم پوینټ کې موږ نور ولایتو کې اسلامي امارات سره موږ دنده اجرا کړې ده او خپل دغه د مجاهدتوب دغه لارې ته مو تر اوسه پورې لار ویلې ده او پرمختګ هم کړی الحمدلله تر ننه پورې ولاړ خلک یو سره واقعتش همې ولایت زیبای کاپیسا خو زیبایی های خاص خوده داره و ما چون از نزدیک نرفتیم ولی تصاویرش را دیدیم از طریق یوتیوب چینل و شبکات اجتماعی. چطور شد که امروز شما خودتون کابل بیاین امرای نیروهایتون؟ الحمدلله دا خود امارات اسلامی در مشرتابه پرمانده هاگوی که منگا بداسی او ځای کې لکه دانن چې ګوري د کلا یو منطقه ده کدلته موږ ته وغواړي وظیفه دلته اجرا کوو او که موږ ته ووایي چې د بامیانو په هغه وچو غرو کې وظیفه اجرا کوي موږ هلته وظیفه اجرا کوو. دا د امارات اسلامي خپله یو هغه ده او زه د کافیسا ولایت اګام یم خو لیکن نن په کابل کې وظیفه اجرا کوم. که سبا راته دې ځای نه ووایي چې په بل ځای کې انشاءالله موږ لبیک وی خپلو د مشرانو اطاعت کوو. صحیح ده، صحیح ده. خب لحیم او رسو بدر شبین کنم وقت دیگه اینجا آمده بودین نامده بودین الحمدلله دوره اسلامی جمهوری در فتح سر از ما قبل ازادهی که منگا دیر مصروف و خپل منطقه که مؤل تا دی ولس دفار تدابیر نولیو او نو دا اولین زل ده چی دلتا زر په دویم ازادی سر الحمدلله خوشحالی دلتا را بلما بسیار خوب خوش آمدین بازم انشاءالله مهمان ما شاین ما در خدمت هم قربان هستیم. سلامت باشین. سلامت. خب احساستان چیز که بعد از 20 سال مبارزه دوباره حکومت گرفتین و کدام وقتی هم فکر میکردین که ما در کابل هم تو آزاد بگردیم در بین مردم؟ نو دا فکر خو که در تاو ویداسی چه ده هاگوی منگا کم تکنالوجی لیدلا نو دا فکر من احساس نشو کوله خو لیکن بل طرف ته چې د خپل د رب هغه ته کتلې چې انشاءالله موږ سره خپل رب ولاړ دی د الله په نصرت به نو دا امیدو بار بار موږ امیدو چې موږ به انشاءالله په دغه ځای کې دا سپین بیرغ بیرته اوچتو. تشکر، سلامت. خب در آخر پیام تر به او کسایی که فعلا خودتان را تماشا میکنید الحمدلله چې څومره دا زموږ رونه ولاړ دي مجاهدین او عام ولس ولاړ دی زه دې ټولو ته خصوصا تاسو ته د امارات اسلامی دا مبارکی وایم. الله دې وکړي چې دغه امارات اسلامی دوام پیدا کړي او الله دې وکړي چې د امارات اسلامی نه دغه ولس خوشحاله شي او زه دې ټولو نه دا خواهش کوم چې د امارات اسلامی د بقا دپاره دوی ته وایم چې نن هم لاس اوچت کوي ډېره بهترینه ورځ ده او همیش دپاره غواړم د دې د بقا دوام دپاره انشاءالله. سلامت. تشکر. بسیار زیاد تشکر. سلامت. بینندگان، در کنار یکی از هموطنان ما هستیم که امروز از آزادی حکومت امارات اسلامی افغانستان تجدید میکنه و امروز آمده اینجا ببینیم پرسانشان میگیم چطور آمده اینجا. سلام خدمت میشه، خواهر معرفی کنیم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. محمد إبراهيم هستم، باشنده شهر کابل. بسیار خوب، چطور که امروز اینجا آمدی؟ امروز دیگه برای همه مسلمان ها جشن است، جشن آزادی مجاهدین است. افغانستان امروز در امن قرار دارد و اینمی کلگی به استقبال آمده، میخوایم که کلگی جشن بگیره. خب کدام وقت دیگه هم اینجا سال گذشته هم فکر کنم آمده بودین، اینجا اینجا هم تجدید شده بود سال گذشته هم آمده بودین یا نه؟ بله بله بله، هر سال هر سال می آه بله این بله. خود سال دومش است که تجدید میشه از آزادی حکومت امارت اسلامی. خدا دیگه سالا نمیاد، من دو سال شده که میایم. خب بسیار خوب بسیار خوب. احساستون چی است فعلا؟ احساستون رو بگوین. احساسم بسیار خوشحال هستم که از کشور ما زیر اثر امریکا خلاص شد. بسیار خوب بسیار خوب. و او کسایی که فعلا خودت میبینه چی پیام برشون داری؟ من همی پیام دارم که همه گی در امن قرار داره و همه جا که هستن آرام باشین، سرخوش باشین و یک سلام به همه بینندگان. تشکر، سلامت باشین. بیننده های عزیز، در کنار نیروهای امارات اسلامی افغانستان قرار داریم. نگه در نخست همراهشان معرفت حاصل میکنیم که ببینیم مصرف چکاربار هستن. خب قاری صاحب، میشه که خودم در نخست معرفی کنین و بگوین که مصرف چکار هستن؟ ما دیگه امروز مصرف همی چی هستیم که مثلا خوشبختی امروز به روز امروز افغانستان فتح شده کابل. ما خاطر از امروز آمدیم که مثلا اینجا چیز کنم، شادی کنم و مثلا تجدید کنم. بسیار خوب، خاطر از آمدیم. احساستون میشه که برای هموطنان عزیز ما بوین، بعد از خیلی مدت ها، بعد از سال ها، البته 20 سال مبارزه، دوباره افغانستان فتح کردین و میشه که برای بینده های عزیز احساستون بوین؟ انشالله و رحمان، اگر تقدیر خدا رفته بوده ما خاک خور مکان داریم و مثلا مکانگیری داریم و انشالله و رحمان دیگه نمیتونه خارج بیه تا خاک ما بیه داخل. ما مثلا جلوگیری عزیز هست. بسیار خوب. خب باشد که قاری صاحب مصروف شد، نگه همراه قاری صاحب دیگه صحبت میشم. قاری صاحب سلام، بازم خدا معرفی کنم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکات. در شایست گل در نمروز در ولیت خشتر در ولسوالی. بسیار خوب بسیار خوب. دقیقه سخرا غلی هم دلتا دقیقه در استقلال در وریز در خوشحالی در پاره چه در کپار و شکست و خوره اشغال گل ختم سواله او انشاءالله موش خوشحالی اینم در شایست ورز در طور مجاهدین و راغلی و دغسی و مدام مزیت و دخشالی کو. بسیار چطور شد که امروز شما از ولایت زیبای خوست گفته نه؟ از خوست آمد اینجا کابل. از ولایت نمروز آمد. نمروز. از نمروز آمدم به می خطر آمدم که استقلال روز خوشحالی است. از اونجا آمدم رفیقه هم اونجا بوده که تو بانا گفته که من اونجا کنون وقت دیگه هم اینجا آمده بودین؟ بله آمده بودم. خب بسیار خوب. اینجا کس جای خیلی خوب هم است، مجاهدین ما و شما امنیت هم گرفته و خیلی مجاهدین ما و شما ماشاءالله خیلی زیاد هم آمده هم اینجا با امنیت دیگه کدام آرزوی هر کس که داره ما بر منتظر هم است. بخیر باشین، سلامت باشین. قاری صاحب در این مورد صحبت داشتم، رویه مردم با خودتان چیگونه است و رویه خودتان با مردم چیگونه است؟ موږ انشاءالله د خلکو سره سم رویه هم کوو انشاءالله، او که کوم مشکلات وي هم یې ورته حلوو انشاءالله، خبره نشته په کښې کې. او دا چې داسې دی چې مجاهدین ورته راغلي د امنیت لپاره، دلته خپله موږ مجاهدین یو انشاءالله، خوشحالۍ کوو په دغه ورځ باندې شغالګر ختم سول. بسیار خوب. در آخر میشه که پیامتانه برای کسایی که فعلا خودته میبینه داشته باشین، کوم پیام کوم پیغام لري دوستانو ته؟ کوم پیغام یې دا دی چې معنی زموږ مجاهدین ښه امنیت ونیسي، او دغه پیغام دی. بل دا پیغام دی چې انشاءالله کوم ستونزه در اوسه نه دی پېښ شوی، هغه سهار چې موږ دلته راغلي امنیت کومه خبره نشته، انشاءالله ټول موږ ورته حاضر یو. کوم هر نور اشغالګر که راله موږ ورته دغه یو اماده یو انشاءالله ختموی هر څوک چې راسي. تشکر بسیار زیاد، تشکر از شما. تشکر. خب بیننده های عزیز، در کنار یکی از نیروهای امارات اسلامی افغانستان هم هستیم، اگر ببینیم چی گفتن. یارو سلام برادر. وعلیکم خوب هستین صحت من دا چور دی؟ اگر دفعه رفت یامو تو پرسی نه پاین پختو خبری که کوم مشکل نشته؟ نه فل هر سنش کار کنم. خب خپل نوم؟
محمد فیاض. محمد فیاض چیرتا کار کی مدرسه مدرسه خا مدرسه خا 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 دل دسی کی بس التا زادی اور زراغلی خا خا سید سید کوم پیغام امتن تلری نلری کوم بس پیغام امدار چ امارات اسلامی امارات اسلامی الحمدللہ لگنا خ ډیر ډیر ته ناراضی ام دورا جی ام دشتي امنیت الحمدللہ خزر امنیت پسند پیغام مننه مننه تاسو مننه. خب بیننده های عزیز، در کنار نیروهای امارات اسلامی افغانستان هستیم دیگه. تعداد زیادی از نیروهای امارات اسلامی افغانستان و همچنان هموطنان ما از این روز از روز آزادی تجلیل میکنن و همینجا هم قاری صاحب در کنار ماست که صحبت می داشته باشیم. در نخست ازشان معرفت حاصل میکنیم. قاری صاحب سلام، میشه خدا معرفت. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته و خدمت تمام مردم افغانستان. اسم من نجیب الله است، از ولایت پارون و رسواری سالنگ. بس جمله محسرین هستم که فعلا درس میخوانم. خب بسیار خوب بسیار خوب. خب چطور شد که امروز اینجا اومدین؟ امروز به خاطر اینکه کشور ما افغانستان از اشغال آمریکایی ها و همچنان از اجیران آمریکا خالی شده و امروز ما احساس امنیت میکنیم و در پالوی مردم افغانستان خیلی خوشحال هستیم که تمام مردم افغانستان در پالوی همدیگر احساس امنیت میکنن و با آرامش زندگی میکنن. از این خاطر اومدیم تا این روز استقلال بکنیم و از این روز تجلیل بکنیم. از این خاطر ما و باعث شد که ما اینجا حضور پیدا کنیم و مردم خدا ببینیم. بسیار خوب. روی مردم، روی نیروهای امارات اسلامی افغانستان با خودتون چی گونه است؟ روی مردم افغانستان با نیروهای امارات اسلامی افغانستان خیلی خوب بوده و همکار هستند و همچنان امارات اسلامی افغانستان برای مردم امنیت و تأمین و آرامش در زندگیشان آورده هست و مردم باید خوشحال باشه و همراه امارات اسلامی افغانستان همکار باشند. و پیام به تمام مردم افغانستانی است که باید از ویروس استقلال تجلیل بکنن و از امارات اسلامی تشکری بکنند. چون بزرگترین نعمت الله تعالی است که امنیت و آرامش در کشور باشه که واقعا امروز ما امنیت به سر چشم خود میبینیم. و دیگه پیام و کسایی که فعلا در خارج افغانستان زندگی میکنه این است که بیان در کشور خود زندگی بکنند. و دیگه پیام ما به امارات اسلامی افغانستان، بزرگای امارات اسلامی افغانستان است که آغوش خود به تمام مردم افغانستان باز بکنند و باز بگیرند تا مردم افغانستان به همراه اینها همکار باشه و داخل کشور بیان و آرام با آرام زندگی بکنن و زندگی آرام داشته باشن. تشکر بسیار زیاد. تشکر بسیار زیاد. قربانتون. خب بیننده های عزیز، همینجا قاری صاحب در کنار ما هستن که امروزم صحبت می داشته باشیم. میبینم قاری صاحب چی گفتن. سلام قاری صاحب. خوب هستین؟ صحتمند؟ میشه خود معرفی داشته باشین؟ بخیر باشین. رحمت از ولایت فاریاب هستین. بسیار خوب. فعلا مسئول کاروبار هستین. فعلا همینجا درس مسئول هستین. خب بسیار خوب. چطور شد که امروز اینجا اومدین؟ به خاطر استقلال افغانستان که ما د اینجا کل مردم نه انجاسه همین مردمانی که د فعلاً د خارج از منو را میگه که د افغانستان فعلاً امنیت نیست، زبان پرستی است، قوم پرستی است. خو ما فکر میکنیم که زبان پرستی نیست. همین فکر میکنم ازبک و تاجیک و ترکمن پشتون کلش دام اینجا است. خو ما از اونها خواستیم، از اونها امی است که بس از تا چی وقت همی افغانستان دیگه دمی جنگ و جنجال اخته باشه، همی قوم و قوم پرستی تا چی وقت باشه. نسل آینده افغانستان باید با یک آرامش، با سواد، با علم، با آموزش زندگی کنه که همی رقم روزمره سال مره که همی را کوشش میکنی که چه رقم افغانستان خراب کنیم، چه رقم سر افغانستان دیگه اشغال بریم. اشغال و اشغال کردن دیگه به افغانستان فایده نداره. چرا که ما همی دو سال میشه فعلا دمین زندگی میکنیم. شما هم شاید دمین زندگی کده باشید دیگه. مردم همی از هر کس هر مناطق افغانستان مردم می فعلا ما فیشتر امرای می نفر کی هست امرا از جرمنی آمده است. ما امرا شما هم صحبت کردیم دیگه، از اسکاتلند آمده بود. اینا بسیار احساس خوب میکرد اینجا که واقعا ما در اینجا احساس خوب دارم فعلا که افغانستان امارات اسلامی قائم شده است. فعلا کدام انفجار و جنگ و جنجال قوم پرستی نیست. خب فعلا ما میرم میگیم که در پشتو یک چند کلمه را میگیم که مردمای که در پشتو میفهمن دو کسان هم څخه دا هیله او تمنا ده چې فعلا په بهر کې ژوند کې او دوی د افغانستان په اړه باندې منفي فکرون لري. د منفي فکر پر ځای باندې مثبت فکر وکړي چې د افغانستان د آیندې دپاره دوی کار وکړي چې د روان نسل زموږ باسواد او با علم با آموزش باندې کار باندې موږ وکړو، نه تر قیامت د موږ د بل چا و لاسته محتاج اوسو. تر دې مهاله چې موږ څومره دا څلوېښت کاله د بل چا لاسته محتاج وو، مابعد نور باید موږ چا لاسته محتاج نور باید موږ خپل افغانستان راپورته کړو، نور خپل افغانستان پر پښو باندې ودرو. ولو که ازبک کې، که پښتون کې، که تاجک کې، پر موږ باندې فرق نشته. ټوله زموږ ژوند دی. مننه، ژوندی اوسئ. تاسو هم مننه. خیر اوسئ. مننه. خیر اوسئ. مننه.
بیننده های عزیز دوباره خوش آمدین. در کنار یکی از هموطنان ما قرار داریم که در نخست همراهشون معرفت حاصل میکنیم و صحبت میداشته باشیم همراهشون. سلام برادر عزیز، میشه خدا در نخست معرفی کنین و بوین که امروز چطوری آمدین؟ علیکم السلام، سلام به شما، به بیننده های عزیز و سلام به تمام مردم افغانستان و یک سلام خاص برای بزرگای ما. زاهد هستم از ولایت میدان وردگ، فعلا در کابل زندگی میکنم و همیجه بود و باش دارم و در باره از این روز چی بگم، زیاد خوش هستم، احساس خوشی را میکنم، هموطنه را خودم میبینم که در فضای صلح و خوشی زندگی میکنن و امروز ما دیدم زیاد مردم خوش میگردن در هر جای که باشن، چی در ایجا چی در ولایتا خوش زیبا میگردن، دمی خوش است و امروز ما هم برامدیم که رفیقم و میخوایم این روز تجلیل کنم. بسیار خوب، بسیار خوب. خب کدام وقت دیگه هم سال قبل هم تجلیل شده بود، سال قبل هم اومده بودی اینجا یا خیلی؟ سال قبل هم چند جای دیگر رفته بودیم، پارک ابی بلازازای بود، طرف مایپر بود. امسال هم اندیوالا است دیگه شان، هم انشاءالله میای کتایی آمدیم دمیجا تا که روز خوب را داشته باشیم و خوب تجلیل. بسیار خوب. رویه نیروهای امارات اسلامی افغانستان با خودت چگونه است و با کسایی که فعلا با چشمگی در خودت میبینی چگونه است؟ ماشاءالله بسیار رویه خوب را دارن با همگی، خرد کلان، بزرگسال، پیر، جوان، با کلگی رویه بسیار خوب را دارن و احترام و شفقت بالای کلگی دارن و ما تشکری خاص ازشان میکنیم که در این حالت، در این گرمی، در این امنیت هموطنهای ما رو میگیرن. تشکر. و در آخر پیامتان هم میشه که برای هموطنان و کسایی که خود در فیلن میبینن پیام ما برای هموطنان ما همی است که نگذارین این وطن زیبایتان را و نگذارین از این طبیعت زیبا، وطن خودتان را با دست خود بسازین، گرچه هیچ مشکل امنیتی هم نیست در این وش، خودتان باشین و وطن خود را بسازین. بسیار خوب، تشکر، سلامت، زنده باشین. خب بیننده های عزیز، این بود گزارش از تجلیل روز استقلال حکومت امارات اسلامی افغانستان. امیدوار هستم که تا آخر ما را دنبال کرده باشین و برنامه ما مورد پسندتان قرار گرفته باشه. این بود گزارش از روز استقلال 24 اسد و 15 هگست. اگر شما را بالای پاک به نیاز می سپارم. خداوند حافظ و نگهدار.